در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای حسام الدین شمس والی بادغیز که به گونه زنده با ما وصل هستند. آقای شمس سلام، بر شما خوش آمدین به برنامه. اگر در نخست جزئیات بیشتر وضعیت امنیتی بادغیز از شما داشته باشیم. سلام به شما و بیننده های عزیز تلویزیون شما. وضعیت امنیتی بادغیز نسبت به گذشته بهتر است. مردم با ما همکار هستند، طوری که شما هم در جریان قرار داره و در گزارش شما هم آمد. اخیرا ما عملیات بسیار خوبی داشتیم در قسمت شمال غرب ولایت بادغیز که یک راه خوب، یک راه فرعی که به موازات راه اصلی و شارهای اصلی هرات قلعه و وصل موقعیت داره تا یک عملیات آزاد شده و باز شده برای مردم و امروز طوری که به من هم گفتن رفت آمد بسیار خوب هست و وضعیت امنیتی نسبت به گذشته حالت بهتری داره. درست. آقای شمس، شما در بادغیز چند ولسوالی به دستتان عملا وجود داره و نیروهای امنیتی عملا در اونجا حضور داشته باشند، چند ولسوالی است؟ ولایت بادغیز در اصل 6 ولسوالی داره که شامل 5 ولسوالی که در ولایت بادغیز است و 1 ولسوالی در گذشته به دلایل امنیتی از ولایت بادغیز جدا شده و جز ولایت فاریاب شده، اما 5 ولسوالی که فعلا مربوط به ولایت بادغیز هست ما در تمام ولسوالی ها حضور داریم، اما چالش ها و مشکلات امنیتی در برخی از ولسوالی ها هست، از جمله بالا مرغاب و ولسوالی قادس که همکاران ما در بخش امنیتی و نظامی تلاش دارند تا مشکلاتی که فعلا موجود هست در عملیات های هدفمند این مشکلات به صورت کامل حل شود و در ولسوالی های مثل بالا مرغاب مردم با ما همکار هستند، ولی مشکل بالا مرغاب یک مشکل چندین ساله هست. ما طرحهای اساسی و عمیقی در قسمت تحکیم رابط با مردم و همچنین تامین امنیت برای بالا مرغاب داریم و کاملا در تمام ولسوالی ها ما حضور داریم. اما اطلاعاتی که نزد من وجود داره به ویژه نقشه ولایت بادغیز، ما پیش از این جزئیات کامل وضعیت امنیتی این ولسوالی ها را داشتیم، از جمله جوان، قرماج، بالا مرغاب، مقر، قادس، آبکمری، قلعه نو. در بیشتر بخش ها عملا مردم به راحتی نمیتونن که به کار بارشان برسن یا رفت آمد کنن، به ویژه جوان که در یک محاصره اقتصادی قرار داره، بالا مرغاب که شما اشاره کردین یک کندک از نیروهای امنیتی در اونجا هست، مقرم که وضعیت امنیتیش بد گفته شده، در کنارش قادس و حتی ما شاهد جنگ به دروازه های شهر قلعه نو نیست بودیم. پس با این حالت چگونه وضعیت امنیتی بهبود پیدا کرده؟ من بیشتر خدمت شما عرض کردم که وضعیت امنیتی بهبود یافته، یعنی قبلا وضعیت امنیتی خوب نبود. طوری که شما هم گفتین در ولایت در ولسوالی بالا مرغاب ما مشکلات داریم. در تشکیلات طالبا و مخالفین مسلح ولسوالی بالا مرغاب ولایت می باشه، یعنی ما عملا در ولایت طالبا حضور داریم. کندکی که شما از اون نام بردین برای دفاع از مردم هست، ما در این را قربانی های زیادی را تقدیم کردیم به مردم افغانستان و برای کشور عزیز ما. ولسوالی بالا مرغاب یک مشکل جدی که داره ایست که اکثر مخالفین مسلح و حتی طالبایی که از کشورهای دیگری هستند نیز در بالا مرغاب جابجا باشند، اما اونها موفق نشدند با تمام فشاری که بالای نیروهای امنیتی ما وارد ساختند کل ولسوالی بالا مرغاب تصرف کنند. اما عملا در بخش مسائل نظامی همونطور که شما گفتیم یک کندک از نیروهای مشترک ما در ولایت در ولسوالی بالا مرغاب جابجا هستند و خب افغانستان در کل جنگ هست، بیش از 26 ولایت مخالفین مسلح فشار مضاعفی را آوردن بالای مسائل امنیتی و مراکز نظامی، طبعا ولسوالی بالا مرغاب هم استثناء از این قاعده نیست. اما در قسمت جوان، ولسوالی جوان ما حضور داریم، ولسوالی در دست حکومت افغانستان هست، نیروهای نظامی و امنیتی ما داریم تامین امنیت میکنن. تنها مشکلی که ما در قسمت جوان داریم ایست که رای ما وسیلاتی با جوان بروی تردد کارمندان حکومتی و نظامیان مبسته هست که براحتی رفت آمد کرده نمیتوانند. اما پلان های امنیتی که روی دست هست انشاءالله در آینده های نزدیک بعد از اینکه ما بفهمیم که پروسی صلح به کجا می انجامه و منتظر هستیم تا نتایج را که پروسی صلح به دست می آید او را تحلیل کنیم. اگر ما در کل از طریق پروسی صلح به نتیجه مطلوب نرسیم و با تاسف اگر جنگ ادامه پیدا کنه
شما قول میدون که راه ولسوالی جوان ما به راحتی میتونیم باز کنیم و میتونیم مناطق مختلفی از جوان که روستاهای دورافتاده هست و صعب العبور آنها را میتونیم آزاد کنیم. آقای شمس، برای من جالب است که شما به عنوان مقام درجه یک منتظر پرسه سال افغانستان بر تامین امنیت مردم میمانین، اما آیا فکر میکنین مردم دیگر این وضعیت تحمل بکنن، به ویژه در بخش جوان که بیشتر از یک سال نه نزدیک به دو سال میشه مردم عملا در یک معاصره قرار دارن، نان برای خوردن ندارن، مواد خوراکی عملا در اونجا وجود نداره که مردم بتونن استفاده بکنن؟ ببینیم، من قبلا خدمت شما عرض کردم که بروی کارمندان حکومتی و نظامی های ما را مسدود است و مشکل داره، اما مردم عام و مردم عادی رفت آمد کرده میتونن. ما گزارشات را داشتیم که مردم بیرون شدن نمیتونن از این ولسوالی و نه هم کس داخل این ولسوالی شده میتونه. من از ولایت بادغیس با شما صحبت میکنم، عملا من نیست مسئول ولایت ایست که مردم رفت آمد کرده میتونن. فقط در یک مورد که اجازه بدین که خدمت شما عرض کنم، در یک مورد موضوع اقتصادی هست. در مورد اقتصادی متاسفانه همانطور که شما همراه شاهد هستین که جوانان ما شهید میشن، خانم ها کشته میشن، مراکز تحصیلی ما حمله میشه، اونا از هیچ ابزار برای فشار آوردن بالای مردم دریغ نمیکنن. فقط در قسمت مسائل اقتصادی ولسوالی جوان یک مقدار مشکل داره. مواد غذایی و تزاقی توسط مخالفین اجازه داده نمیشه به اون صورت که ضرورت هست و ولسوالی جوان برسه. اما رفت آمد مردم از جوان به مرکز ولایت قشر قرنه به صورت نرمال و عادی جریان داره. پلیس ما و امنیت ما و اردوی ما در ولسوالی جوان حضور دارن، همروزه با مخالفین در جنگ هستن، البته در اطراف ولسوالی جوان، و این که شما میگن که کاملا بسته هست من تایید نمیکنم. آقای شم، صحبت های خود شما تضاد نشان میده. یک بار میگن که خب با مواد خوراکی اجازه داده نمیشه که داخل این ولسوالی شبه گروه های مخالف مسلح دولت به ویژه طالبان، و از یک سوی دیگر میگن که مردم میتونن به راحتی رفت آمد کنن. اگر به راحتی رفت آمد کرده میتونن، پس میتونن که نیازمندی هاشون را برطرف بسازن. یعنی طالبان نمیخوان مردم نان بخورن اما اجازه میدن که رفت آمد بکنن، درست؟ خب غیر از مواد تزاقی به بقیه مسائل مثلا رفت آمد بین مردم و بین ولسوالی جوان ولسوالی دیگر وجود داره، مردم عادی رفت آمد میکنن. فقط یک تعذیر یا یک محدودیت را در فقط در قسمت مواد غذایی اینا و هم در مسیر راه ایجاد کردن کن، به اون مسیر راه هم دور از ولسوالی جوان هست. اگر منظور شما ایست که جوان در حلقه معاصره جوان بسیار خرد است و کوچک است، این می تایید نمیکنه، ولی در مسیر را چک پوینت هایی که بعض وقتا مخالفین مسلح ایجاد میکنن مانع عبور و مرور مواد تزاقی میشن، و بیشتر یک جنبه از این کار ایست که خب بزور جنس مردم میگیرن، مال مردم میگیرن، و از این مواد غذایی که ضرورت از اونها هم هست از این طریق اونها تامین معیشت میکنن. ولی در کل رای را که بو شکل که شما مطرح کردن که رای جوان بروی همه بسته هست، این درست نیست. رای جوان باز هست، منتها کارمندان حکومت و دولت رفت آمد کردن میتونن. این هم فراموش نکنین که ولسوالی جوان با مرکز شهر قرنه بسیار دور هست، یعنی فاصله بسیار طولانی داره. تامین امنیت این را مستلزم یک طرح امنیتی دقیق و حساب شده هست که متاسفانه در گذشته یا غفلت شده یا روی فکر نشده. من از این جهت خدمت شما عرض کردم، ولی این که مردم رفت آمد میکنن یک چیز واقعیت است، میشه شما هر یک منبع دیگه هم میتونه میره جستجو کنه. درست. آقا شمس، بیان روی ازیم صحبت داشته باشیم. شما به عنوان مقام درجه یک ولایت بادغیس که با تمام مشکلاتان هستین که به کرسی این مقام برسین، اما چه برنامه هایی بر مردم دارین؟ به ویژه در راستای تامین امنیت شما تونستین در این مدت که به این کرسی راه یافتین خلاها را شناسایی بکنین، مشکلات در بخش امنیت شناسایی بکنین تا اسمه با همکاری مرکز این مشکلات برطرف شود و عملا مردم شاید این تغییر در بادغیس باشن؟ خب ما تغییرات در ولایت بادغیس به دو بخش تقسیم میکنیم. یک بخش بخش حکومتداری هست و ارائه خدمات، و یک بخش که بخش امنیت هست و مسائل نظامی و امنیتی. خب طبعا یک از پلیس های عمده و اساسی حکومت افغانستان امی هست که باید ارائه خدمات کیفیت بهتر شود و همچنین روابط بین حکومت محلی و مردم تقویت بیشتر پیدا کنه. ما در این قسمت در طی یک ماه که من مسئول این ولایت شدم،
رابطه مردم با حکومت تقویت یافته، رفت آمد بین ما و مردم هست. قبلا یک مقدار تخریب شده بود نظر به مسائل سیاسی که شما به جریان هستین، به ویژه بعد از انتخابات رئیس جمهوری اخیر. این رابطه دوباره ترمیم شده و ارائه خدمات کیفیت اندک بهتر شده. تلاش ما ایست که ارائه خدمات از طریق سازوکارهای قانونی و اصولی و همچنین اصلاح اداره کیفیت خدمات بیشتر بسازیم. و در قسمت مسائل امنیتی ولسوالی بادغیس به نسبت سایر ولایات انگاه جغرافیایی کم متفاوت هست، یعنی بیشتر یک ولایت صعب العبور است، اراضی هموار بسیار کم داره و نیروهایی که در ولایت بادغیس هست کافی هست، ولی طرحها باید تغییر کنه، تاکتیکا باید تغییر کنه. من به نظر به عنوان از اینکه من کارمند حکومت هستم و قبلا هم در بخش های مختلف کار کردم، تجربه من ایست که ما میتونیم با تغییر تاکتیک، با همین نیرو، با همین امکانات میتونیم امنیت رو بهتر بسازیم. از جمله همون چیزی را که شما در ابتدا هم اشاره کردیم و در گزارش هم آماده بود، موضوع باز شدن راه زرمست. راه زرمست یک راه فرعی به موازات شاهراه اصلی هرات قلعه‌نو هست. این راه که اخیراً باز شده که ما روی بسیار تمرکز کردیم و این ما جدی گرفتیم، عمرا همین لحظه که ما شما صحبت میکنم تنها این راه هم نبود، البته راه مناطق دوردست از این شهرها را ما آزاد ساختیم تا مناطق هممرز با ولایت هرات که ولسوالی کشک کنه هست، ما خراجات کشک کنه را هم ششف ولسوالی را آزاد کردیم و از وجود مخالفین پاکسازی کردیم. اما آنچه که برای ما مهم بود همین راه فرعی زرمست یا بند زرمست ای را بود، چون برای بروی مردم مسدود شده بود، ای را جاده کاملا منگذاری شده بود در امی اواخیر. اگر شما مطلع باشین دو تن از جوانان ما متاسفانه که افراد ملکی بودند و امی را شهید شدند، ما ای را باز ساختیم، عملا را باز هست، مردم میتونن از این راه فرعی، اگر احیانا در راه اصلی و شارع اصلی مشکلات امنیتی وجود داشته باشه، از راه فرعی مردم میتونن صورت آزادانه رفت آمد کنن و ما راه رفت آمد یا عبور و مرور مخالفین که از این مسیر میادن سمت ولایت هرات و سمت ولسوالی کروک که در یه اواخر مشکلات را ایجاد کردن، این راه را هم ما بروی مخالفین مسدود کردیم. انشاءالله ما در آینده نزدیک با تحکیم پسته ها و بیزای امنیتی در این مسیر به شهرا و مناطق اطراف، انشاءالله ما برای مخالفین دیگه اجازه نخواهیم داد که برای مردم مشکل ایجاد کنم. درست. آقا شمس، اگر روی همکاری نهادهای امنیتی در بادغیس برامون جزئیات ارائه بکنین که عملا شما این همکاری را چگونه میبینین که اگر طرها تغییر بکنن که نیروی کافی عملا در بادغیس وجود داره که امنیت هم بهبود پیدا بکنه؟ خب نیروی کافی ما در ولایت بادغیس داریم، امکانات خوبی هم برای حمایت از مردم به دفاع از زمین ما به ویژه ولایت بادغیس داریم. رابطه بین نهادهای امنیتی و نظامی ما مثل لوای سوم پیاده در ولایت بادغیس هست، تمام امکانات دارن، پلیس ما حضور داره، خیزش های مردمی هست، پلیس محلی هست، پلیس ملی هست، امنیت ملی هست، یک رابطه بسیار خوب و هماهنگ بینشان به وجود آمده. من اخیراً که به ولایت بادغیس آمدم، تلاش من بیشتری بوده که هماهنگی نسبت به گذشته بیشتر شود و خوشبختانه هماهنگی به وجود آمده. اردو کار خودم میکنه، پلیس کار خودم میکنه، تداخل وظیفه‌ای از بین رفته، هر نهاد وظیفه مشخص خود پیش میبره. ما در آخرین عملیاتی که در منطقه آبکمری ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس انجام دادیم، این ثابت ساخت که امانگی چقدر میتونه موفق شوه و چقدر میتونه نتایج موثر داشته باشه. ما تقریبا بیش از 23 قریه که مربوط ولسوالی آبکمری میشه و قبلا مخالفین آزادانه اونجا رفت آمد داشتن، حضور داشتن، از مردم باج میگرفتن، عشر و زکات میگرفتن، دعیکه میگرفتن، مردم واقعا به تکلیف ساخته بودن. ما در یک عملیات 3 روزه توانستیم این مناطق از وجود تروریسم و از وجود مخالفین مسلح آزاد بسازیم. البته ایران فراموش نکنیم که همین برداشت سویی که از دفاعی فعال شده، متاسفانه در برخی از در نقاط افغانستان این سوی تفاهم ایجاد کرده که گویا ما باید منتظر بمانیم تا اینکه دشمن بیاید ما را هم بکشه و سرزمین ما را هم تخریب کنه. برعکس دفاع فعال ایست که ما عملا بیدار هستیم، در جایی که مشکل هست ما اقدام سریع و عاجل باید انجام بدیم، جایی که مردم تقاضا بکنن و به ستو آماده باشن از مخالفین مسلح و جایی که مشکل امنیتی هست وقتی برای ما مراجعه میشه، ما بدون کدام تعلل
و کدام درنگ ما به زو مناطق میریم و مناطق از طریق پلان های امنیتی و نظامی انشاءالله او را ما تصفیه میکنیم. عملا در کدام بخش های از بادخیز طالبان حضور دارن؟ یا اگر خود قلعه‌نما مثال بزنیم، عملا در کدام بخش ها مخالفان مصالحه دولت هستند که شما باید هر چه زودتر در برابرشان اقدام بکنین؟ در ولایت بادغیس مخالفین مسلح میشه به کتگوری های مختلف تقسیم کرد. یک بخش از طالبا یا مخالفین مسلح یا گروپ های مرتبط با طالبا که به صورت شعوری و ایدولوژیک میجنگن، خب اونا دستور از کشورهای بیگانه از استخبارات منطقه میگیرن و فقط برای تخریب و برای کشتن آماده هستند، که بیشتر این افراد در مناطق مثل بالامرغاب وجود دارن و یک بخشی از ولسوالی مقر و یک بخش کوچکی هم به در ولسوالی قادس. ولی آنچه که به عنوان مرکز طالبا یا مرکز فکری از اینا در بادغیس هست، بیشتر در مناطق از ولسوالی بالامرغاب قرار داره. اما بقیه گروپ ها و افراد که دولت بادغیس مسلح هستند و علیه حکومت می جنگن و علیه مردم خود می جنگن، یک بخش عمده از این جنبه اقتصادی و تضادهای ذات البینی و بعضی مسائل گذشته سیاسی و حزبی و تنظیمی گذشته متاسفانه دخیل از در این کار. از این خاطر یک عده فکر میکنن که اگر سلاح داشته باشند و گروپ های مسلح داشته باشند میتونن از خود دفاع کنند. شاید در یک جای در گذشته مفید واقع شده باشه برای حفظ جان این مردم، ولی متاسفانه در این بین مخالفین مسلح و طالبان هم سوء استفاده کردن و فرصت بیشتر ایجاد کردن برای مانور این نیروها، و این نیروها هم از این فرصت استفاده کردن بیشتر به دنبال مسائل اقتصادی هستن. شما میفهمین که پسته یکی از منابع خوب و اقتصادی و ارزشمند ولایت بادغیس هست، طبعا برای دستیابی به این منبع مالی و اقتصادی گروه ها با هم رقیب هستند، با هم رقابت میکنن، که اگاه شما طریق رسانه شما هم نشر میشه که زده خورده بین گروه ها هست. ما می دیروز پریروز یک جنگ بین میان گروهی بین مخالفین مسلح داشتیم که سر مسائل عشر و زکات با هم زده خورد کردن، چندین نفر هم دیگر خود کشتن. از این لحاظ حکومت محلی بادغیس در رأس خودم که همه چیز را هماهنگ میکنم ایست که ما بعضی گروه ها و گروه ها را طریق گفتگو و طریق فرستادن مکسفیدا و یک پروسه سال کوچک در سطح ولایت بادغیس تلاش میکنیم که گروه ها را یا گروه ها را خانه بسازیم تا به پروسه سال بپیوندن، سلاح خود به زمین بگذارن و یا حداقل با نهادهای امنیتی ما یک جا شود که ما بتانیم کل ولایت تامین امنیت کنیم. در این اواخر ما یک گروپ مسلح 20 نفری را طریق می گفتگو به آوردیم، به پروسه شامل ساختیم، سلاح خود ماندن به زندگی عادی برگشتن. ولی در قسمت طالبایی که در عمدتاً در بالامرغاب حضور دارن، خب این بستگی داره با جریانات کلانی که در سطح کشور هست و ما امیدوار هستم که پروسه صلح به یک نتیجه مطلوب برسه، بس قطع خونریزی اتفاق بیفته و مردم آرامش احساس کنن، موضوع بالامرغاب حل خواهد شد. ولی در غیر آن اگر ما پروسه صلح موفقانه نتونه به پایان برسانه و طالبا هم به نتیجه نرسن که خونریزی و جنگ و ادامه و ایرانی راه حل نیست و تعیین کننده نیست و مردم حاضر نیستن که تحت هیچ شرایط این ظلم را بپذیرند و شرایط آخر بله در این قسمت ما انشاءالله برنامه های دراستر و طولانی تر در آینده داریم. درست. تشکر آقای شمس که وقتانه در اختیار ما گذاشتین. ممنون شما. تشکر.